یعنی وظیفه قطعی خاص. اما تو یک چیز است، لگد زدن، سیلی زدن. من سوال دارم که آیا شهید به اون شکلی که اونا تبلیغ کردن باید حرمت شود؟ ما به این باور هستیم کسانی که در روز هفته شهید اسلحه در دستشان و یکی از منصوبین دانشجویان کابل شهید ساختن تعداد 10 نفر یا 10 نفر دیگه هم زخمی شدن، توهین به دیگرا به همشهری های ما، من فکر نکنم حتی بشناسن که شهدای ما کی بودن. من فکر نکنم از تاریخ هفته شهید خبر باشن. شاید در روزی که نظام فیلی آمد 2001 اونا شاید تولد آمد که مکسریتشان 17-18 ساله بودن بنان، ولی ما میفهمیم که اونا 134 نفرشان که دستگیر شد تعداد بیشتر از اونا در لست مجرمین ما هم بودن، کسانی که دکان رو دزدیده بودن، کسانی که سارقین بودن یا قتل کرده بودن، اونا مو افراد بودن. میخواستن که یک بی‌نظمی داخل شهر بیارن، بدنام هم کنن، هفته شهیده بدنام بسازن و در پهلوی از خودشان یک نوع منافعی داشتن، چور کنن دکان ها رو، مردم رو کوب کنن، یک نوع غوغا رو در شهر بگیرن. و بچه‌ها به صراحت اخطار دادیم، گفتیم که تنفیذ قانون وظیفه ما است. شما در تمام جهان ببینید با اسلحه از موتر باید خود بیرون بکشن و فایر بکنن به آسمان. بدبختی کم ما نداریم، ما علی داعش می جنگیم، علی طالب ما می جنگیم، علی اقانی ما می جنگیم. ما اون بدبختی رو ما نمیم علی بیا 4-5 تا لچکی که شهر ما رو میخواین خود کلام میگیره. خیرت خواه بابا برو، اگر غیرت داریم دوان تان بکنیم در جبهه و به افتخار از افغانستان دفاع بکنیم. علی همشهری های ما که در پایتخت ما که ما میخواییم یک رشد داشته باشیم، اقتصاد ما بهتر شود، به اوجه خود کلام نگیریم. هیچ وقت قابل قبول ما نیست. بنابراین به این اساس